درود، درود و سلام بر همه شما بینندگان خوب، بینندگانی که در هر کجای دنیا که هستید شبکه تلویزیونی پن رو نگاه میکنید. امیر لاهیجی هستم، از استودیوی تلویزیون پن در خدمت شما هستم و برنامه جاودان شو رو تقدیمتون میکنم. همونطور که مصدر هستین، امروز 15 اپریل برابر با 26 فروردین روزی بود که هنرمند دوست داشتنیمون آقای جهان به خاک سپرده شد. به وقت لس آنجلس ساعت 4:15 بود که ایشون دقیقا به خاک سپرده شد. البته مراسم از ساعت 12:30 ظهر شروع شد و فوج جمعیت بود که وارد محل خاک سپاری می شدند در شهر وستلیک در نواحی لس آنجلس. که چنین اتفاقاتی پیش میاد برای ما خیلی جالبه ببینیم که واقعا ببخشید معذرت میخوام بین صحبتتون چون مرتضی شما تصور میکنید که وقتی چنین اتفاقاتی پیش میاد اتوماتیک وار در روند زندگی ما غیر از تأسف یه حال خاصی رو ایجاد میکنه. برای شما چه حالتی پیش میاد و آیا مرگ دوستان عزیزان میتونه در روند زندگی خودتون هم تأثیر داشته باشه؟ کاملا مشخص هستش، به خاطر اینکه ما در واقع همه یک خانواده هستیم. وقتی که یکی از هنرمندا از دست میره انگار که یکی از اعضای خانواده ما از دست رفته. جهان و هر کسی دیگه، هر هنرمندی که واقعا عمرشون رو در راه هنر مملکت و فرهنگ این مملکت گذاشتن و خب طبیعتا درد غربت اضافه شد به این مسئله. ما هممون واقعا فقدانش رو حس میکنیم، همه ریز و درشت، بزرگ و کوچک. واقعا مرد فوق العاده صبور و خوبی بودش، گذشته از صدای خوشی که داشت، هنر خوبی که داشت، خودش انسان والایی بود. و در مدتی هم که من باش کار میکردم در طول این چندی سال گذشته که یا به نحوی از آنها در استودیوی ما میومد یا آلبوم هاشو دیزاین میکردم براش، فوق العاده محجوب بود و من فوق العاده خاطره خیلی خیلی خوبی ازش دارم و امیدوارم که این تجربه‌ای باشه برای مردم تا زمانی که هنرمنداشون، اونایی که خدمت میکنن به مملکتشون زنده هستن، قدرشون رو بدونن. همونطور که ملاحظه کردید بینندگان، تصویر جناب داریوش بود و بسیاری از هنرمندان، دوستان، همکاران تلویزیونی همه و همه بودند، ولی خب بسیاری از این دوستان به خاطر حال عجیب و حال بدی که داشتند خب راحت نبودند که مصاحبه کنند. آقای مرتضی هم خب تازه رسیده بود و هنوز وارد اون حال خاص نشده بود و من تونستم باشون صحبت بکنم.
جاودان تیوی به روی اینترنت javedantv.com. خیلی دوست دارن که اون چهره شاد جهان همیشه تو ذهنشون باشه. من میپرسیدم از دوستان، میگفتم ما دوست داریم اون چهره شاد و خندانش رو داشته باشیم، ولی وقتی من داخل بودم دوست دارم این رو در کنار شما برای بینندگان بگم که چهره آروم و یه حالت خاصی بود، شاید واقعا گفتنش سخت باشه، ولی شده براتون که زمانی که یکی از عزیزان رو از دست میدید و خودتون عرفانی تر و با مباحث فلسفی بیشتری به زندگی نگاه میکنید، چنین اتفاقی تا حالا براتون افتاده؟ سر از دست دادن عزیزی بعد از اون تغییر رفتاری در زندگیتون حس بکنید؟ خیلی مشخص هست، به خاطر اینکه وقتی که آدم به یک همچین اتفاقاتی میفته و یک ضربه‌ای میخوره، نه به خانواده، نه به اطرافیان و دوستان، بلکه به اجتماع حتی یه ضربه‌ای میخوره، تازه ما متوجه میشیم که چه چیزهایی رو در کنارمون داریم و قدرش رو نمیدونیم و باید بیشتر به اونها توجه بکنیم. سپاسگزارم، خدا حفظتون کنه. مرسی. جهان جوان بود، 54 سال داشت که فوت کرد. و آقای جهان با توجه به اینکه سابقه بیماری نداشت، خب این همه رو به این وامی داره که چه بود پس؟ یک سابقه بیماری قلبی وجود نداشته و ایشون هم به نوعی کلن آدم سرزنده و سرحالی بود، همیشه لبخند روی لبش بود. بله، بابک رو ملاحظه میکنید، پسر بزرگ جهان که وارد صحنه شد دقایق پیش. نفسم بی تو میگیره. همسر آقای جهان رو ملاحظه میکنید در این صحنه، در کنارشون دخترشون هستند. بابک رو ملاحظه میکنید، همه خانواده غمگین داغ دیده هستند. دوست و آشنا، طرفدار، همه کسایی که اونجا هستن، همکاران تلویزیونی، هنرمندان، تصویر بابک عزیز هست. خداوند به خانواده عزیزشون صبر بده. واقعا دوستان سفید پوش تابوت جناب جهان رو انتقال میدن به داخل کالاسکه‌ای که ایشون رو انتقال میدن و میبرن برای مراحل بعدی مراسم. نپرسیدم چرا رفتی، فقط گفتم بری کی برمیگردی، ولی رفتی دیگه بر نگشتی. نترسیدم تو تنهایی، فقط ترسیدم از این که نیایی. دیگه شد باورم که بی وفایی. بگو تنهام گذاشتی چرا؟ همونطور که ملاحظه می کردید، دوستان دارن تابوت آقای جهان رو نمیدونم واقعا، چون اینقدر ما جهان عزیز رو دوست داشتیم. من اتفاقا در داخل سالن که رفتم، اونجایی که همه کسانی که میخواستن باهاشون آخرین دیدار رو داشته باشن، رفتم و با جسم بی جان جهان خداحافظی کردم. داشتم میبادم بیرون و این کارت رو به یادگاری دادن دستم. کارت در واقع بیزینس کارت جهان هست.